تغییرات در هیئت مدیره های باشگاه های سرخابی پایتخت. وزیر ورزش و جوانان اعضای جدید هیئت مدیره های پرسپولیس و استقلال را معرفی کرد که در این میان سرخپوشان تغییرات بیشتری داشتند. البته مدیران عامل هر دو باشگاه به فعالیت خودشون ادامه خواهند داد. رؤسا در وزارتخانه خیابان سئول دیروز باز هم یک خانه تکانی کوچک در استقلال و پرسپولیس به راه انداختند. رویانیان با آژانس به وزارتخانه ورزش رسید. قرار بود تکلیف مدیرعامل روشن بشه. جلسه تا دم افطار طول میکشه. در پایان مالکی و نژاد فلاح از گردونه هیئت مدیره کنار گذاشته میشن. در طرف دیگه با حکم وزارت ورزش علی پروین و محمد رویانیان همچنان در هیئت مدیره پرسپولیس موندگارن. وزارت ورزشی ها سه چهره جدید دیگر رو هم برای پرسپولیس رونمایی کردند. جمشیدی مدیرعامل سابق باشگاه پیکان، نامی وزیر ارتباطات که حالا فوتبال رو هم تست میکنه و اکبری معاون وزیر ورزش. ترکیب هیئت مدیره مناسب میبینید؟ ترکیب هیئت مدیره خوبه. بله ترکیب هیئت مدیره خوبه. تشکر میکنیم از آقای وزیر، ولی متأسفیم از اینکه آقای مالکی خدمتشون نیستیم با زحماتی که کشتن. در این مدت خیلی زیاد برای بعضی نامها تلاش میشد تا شاید مدیر عامل پرسپولیس بشن، اما نه خبری از آقای کامبوزیا شد، نه خبری از آقای شفق و سایرین. در پایان هم با نظر اعضای هیئت مدیره، محمد رویانیان همچنان به عنوان مدیر عامل پرسپولیس فعالیت میکنه. به هر شکل ابقا شدیم، ولی نمیدونم چرا اصلا برداشته شدیم، چرا ابقا شدیم، ولی امیدوارم که بتونیم کاری بکنیم. واقعا من چون دستم یک ما بسته بود، تمام قراردادا، چند تا قراردادمون رو هوا رفت. وزارت ورزش استقلالی ها رو هم بی نصیب نگذاشت، یکی رفت دو تا آمد. امیدوار رضایی پس از سالها از هیئت مدیره کنار گذاشته شد بدون اینکه علت اون مشخص بشه. در حکم جدید منصور پورهیدری یار قدیمی آبی پوشان باز هم یک تن از اعضای هیئت مدیره شد و چهره جدید جمع هیئت مدیره استقلالی ها حسن زمانی نام داره، نماینده سابق مجلس که حالا یک استقلالی شده. حالا اگه باز هم تغییر خاصی مد نظر وزارت ورزش نباشه، استقلال و پرسپولیس میرن تا کارشون رو در لیگ آغاز کنند.